سلام بچه ها، صبحتون بخیر. این یه ویدیو روز کامله. از امروز صبح، از همین الان میخواییم شروع کنیم، پیش بریم و ببینید که تا آخر شب دیگه چه خبره. در ضمن این ویدیو خیلی شلوغه احتمالا، چون وضعیت خونه اینه. خیلی الان وضعیت خونه شلوغه. بذارید این ور نشونتون بدم، این ور شلوغ بره. اینجا بنایی داریم همونطوری که میبینید. ماشین ظرفشویی هنوز وصل نشده، یه عالمه ظرف کثیف اینجا هست که چون سینک ظرفشوییمون هنوز خرابه و امروز قرار درست بشه، من نشستمشون، مشتاقم نشسته. امروز گفتم که بذار صبر کنیم فردا که میان ماشین ظرفشویی رو وصل میکنن دیگه فردا بذاریمش تو ماشین، بنابراین باید با حضور این ظرفای نشسته کنار بیایم. چاره ای نداریم. بهتون نشونش بدم. ببینید تمام این کارتون پر ظرف نشسته است، منتظریم که بیان و فردا اینو نصبش کنن. زنگ زدم بابتش، خیلی هم سخت بود پشت تلفن حرف زدن، تونستم به ترکی همه رو بگم و کلی یارو سوال پرسید. این آقا قرار شد که فردا بیان برای نصبش، باید صبر کنیم تا فردا ظهر. و الانم میان برای کارهای ادامه بنایی اونجا که سینک امروز درست بشه. سینک درست بشه باز دوباره یا عالمه کارامون راه میفته. خیلی سخت وقت سینک نیست. اینم وضعیت این جزیره بیچاره است که جزیره باید خالی باشه، خوشگل باشه، ولی خب فعلا اینه دیگه، وسط اسباب کشی هستیم. همچنان همه چی شلوغه و خب توقع هم نداریم خیلی زود جمع بشه. دو نفر آدمیم، فکر میکنم که یه ماهی طول بکشه تا این خونه خونه بشه، شاید هم بیشتر. هوا رو بهتون نشون بدم که امروز هوا خیلی خوبه. آسمون رو ببینید. ما اولین باری که اومدیم این خونه رو ببینیم عاشق این نما شدیم. اول از همه واقعا این نما دلمون رو برد. دومین چیزی هم که توی این خونه دلمون رو برد این بود که این خونه مثل خونه های دیگه ترک ها راه رو نداشت. خونه های ترک ها خیلی راه رو داره کلن، این خونه راه رو نداشت و فضای بیشتری رو دارم حرف میزنم هی بوق میزنه مینی بیادم. این خونه فضای بیشتری رو به حال اختصاص داده بود. حالا که ما دیوارا رو هم برداشتیم دیگه، تو ویدیوهای قبلی بهتون نشون دادم چی بوده چی شده، که فضای حال حتی بیشتر هم بشه و فضای آشپزخونه. خب یه سری چیزا هم بود که توی ویدیو نبود، چون صبح داشتم با گوشیم کار میکردم، نمیتونستم همزمان مثلا چیزام بگیرم ویدیو هم بگیرم. صبح که بیدار شدم پیامای کاریو جواب دادم، چون الان که دارم این ویدیو رو برای شما میگیرم وسط این اسباب کشی در تخفیف پاییزی دوره‌هامون توی وبسایتیم و وبسایت خیلی شلوغه کلا. داشتم با بچهای پشتیبانیمون حرف می‌زدم، یه سری چیزا که دیروز بعد اسلام بشه رو با هم داشتیم صحبت می‌کردیم، خسته نباشید و صبح بخیر و این جور چیزا، و بعد داشتم پیامای کاریو توی اینستاگرام جواب می‌دادم. الان هم دارم سوسیس درست می‌کنم، صبحونه سوسیس بخوریم و شروع کنیم یه روز شلوغ دیگر رو. یعنی این روزای ما این شکلیه که بچه‌ها از صبح پا میشیم تا شب یه ریز داریم کار میکنیم، کار خونه میکنیم و آخر شب واقعا مثل جنازه میفتیم میخوابیم. اینجوری شده. نمای آشپزخونه است. اینجا که باید نیستیم آشپزی کنیم نم سوسیس رو آماده میشه. بچه هم اومدن توی این شلوغی تشویقیشون رو بگیرن. چینا
خب ببخشید که قاب کجه بخاطر اینکه تو اسباب کشی هستیم و هم پایه دوربین رو پیدا نکردم به خاطر همین قاب هم کجه تکیتون دادم به صندلی این شکلی غذایا بریم صبحونم رو بخوریم بریم به کارمون برسیم. دیروز من مشغول کار بودم، مامانم یه چند باری بهم زنگ زده بود نفهمیده بودم، مثلا دو بار زنگ زده و من نفهمیده بودم. بعد مامان من خیلی آدم حساسیه، کلا خیلی زود بهش برمیخوره، خیلی زود مثلا ناراحت میشه و اینا، بعد سریع هم نگران میشه. کنار اینکه زود ناراحت میشه خیلی زود هم نگران میشه، مثلا یه بار زنگ بزنی جوابشو ندی نمیدونم، حالا مثلا فکر میکنه مردی، همچین حسایی بهش دست میده. بعد اومدم پایین دیدم زنگ زده، به این زنگ زدم، بعد گفت کجایی چون ما چرا جواب نمیدی؟ گفتم داریم کار میکنیم دیگه. چی کار میکنید یعنی؟ گفتم بابا اسباب کشی کردیم دیگه، در جریانی که داریم کار میکنیم. و یکم این سوالا منو عصبی کرده بود، یعنی تو خب چی کار میکنیم؟ میدونی که داریم اسباب کشی میکنیم. بعد سعی ناراحت شده بود، گفتش که آها پای بندی رو مشتاق پایر پیدا کرد. اینجور باشید. خلاصه ناراحت شده بود و بعدش بهش گفتم که گفتم خب چطوری شما چیکار میکنید؟ بعد گفتش که ما خوبیم دیگه، باشه برید به کاراتون برسید، خدافظ. مثلا اینجوری سریع خدافظی کرد. مدلش اینه که سریع ناراحت میشه، سریع هم مثلا خب از زمین پایر بستی که کشتر شد. بهتره؟ آره الان خوبه، عالی عالی، دست نزن. هیچی، خلاصه بعد گوشی رو که قطع کردم من خیلی ناراحت شدم، به خاطر اینکه ما خودمون اینجا تو فشاریم، داریم کار میکنیم، خسته ایم، بعد مامانم سر چیزه بی خودی اینجور مثلا یه هوی قهر میکنه، با حالت قهری میره، من واقعا به این فشار میاد. دیگه بهش پیام دادم گفتم مثلا که کم شرایط رو درک کن، الان ما که خانواده همون پیشمون نیستن، دو نفر آدمیم داریم کار میکنیم دیگه، تو فقط زنگ بزنی انرژی بدی، الان دیگه زود مثلا ناراحت نشو که چرا جوابتو ندادیم یا فلان. خلاصه ماجراها داشتیم با مامان من دیگه، بالاخره اوکی شد و گفت نه تو که میدونی اخلاق منو، من اصلا سری نگران میشم و اینجور چیزا. چی بگم دیگه، یعنی از چالش های این روزا. آدم استرس میگیره، رو نگاه میکنم برم بچه روز گرفتیم میز رو بخریم که الان وسط حاله، باید برون وقت خیلی با یارو چونه زدیم که زودتر بیارش، یاده؟ بعد روزی که میخواست بیاره بهش میگفتم نمیشه هفته دیگه بیاره، من یارو گفت تو راهه، خیلی مسخره بود کلم. یعنی کلی باش چونه زدیم که اینو زودتر بیار، نه زودتر بیار، حالا که آوارده گذاشته اینجا، حالا گفتیم که بسه بیار اشکال نداره بعدا میبریمشون. بعد بچه ها نمیدونی این میز چقدر سنگینه، یعنی اصلا باورمون نمیشه انقدر سنگینه، یعنی الان برای اینکه از اینجا ببریمش به اون ور دوتایی نمیتونیم، قطعا باید یکی دیگه دوستامون باشه. 120 کیلو گفتش، احتمالا گفت 120 به باره و واقعا زیاده برای یه میز 120 کیلو. آره. یه سری کارهای خونم که مشتبه داره انجام میده، این ویژگی مشتبه خیلی خوبه، دستش به کاره. پایه مبلا رو عوض کرده دیروز، لوله ها رو وضعیتشون درست کرده. لوله ای باقی مونده بود، یه آلمه لوله ها چکه میکرم، یه آلمه شون سیستمش اصلا کامل نبود، اشکال داشت، مجبورم خودم انجام بدم. یعنی اینا رو قرار بود که گروهی که خونه رو درست کردن درست کرده باشن، ولی من فهمیدم گروه سوادشون کمه، مثلا خیلی جاها لوله ها یو شکل نبود، خیلی جاها درای ترپ توش نبود. درای ترپ سرچ کنید متوجه میشین چی میگم، باتل ترپ تو راه نبود، اینو باعث میشه که بو برگرده برو. خلاصه یکم ذهنم ترسیده که نکنه اون جایی که من دسترسی ندارم اینجوری بسته باشم بعد نشه درستش کرد دیگه. مثلا وان فیکس شده جاش، من نمیدونم زیر اون رو چی کار کردم، ولی تا الان هر جای دیگه به غیر از وان رو چک کردم یه اشکالی داشته. دیروز بچه ها رفتیم
یک شنبه بود، گفتیم بریم این اطراف بریم رستوران صبحونه بخوریم. بعد این منطقه که ما توش هستیم منطقه تقریبا گرونیه، ما رفتیم سمت دریا و تو این دو سال تجربه شده واسمونا، ولی بازم این اشتباه کردیم. تجربه شده که توی استانبول توی رستورانی که منو نداره نباید بری، چون معمولا اون رستوران قراره تو رو چارج کنه، یعنی قراره پول زیادی ازت بگیره، چون منو نداره تو میری میشینی غذا رو میخوری دیگه مجبوری بعدم پرداخت کنی. رفتیم نشستیم کنار دریای، رستوران کنار دریا بود، خیلی خوشگل بود، الان بهتون نشون میدم تو ویدیو که چه شکلیه. دیگه خیلی خوشگل بود. ولی صبونش بسیار معمولی بود، یعنی هیچ چیز خاصی نداشت نسبت به صبونهای اینجا که خب صبونهای خیلی خوبیه، و بسیار گرون بود. دیگه باز دوباره واسه همون تجربه شد که توی رستوران بدون منو نرید. آره تقریبا قیمتش 2.5 تا 3 برابر رستوران دیگه بود که میرفتیم و از این کامل تر بودن. برای همین حتی مثلا اون پارکینگ جلوی رستورانش هم 4 برابر پارکینگ معمولی داشت پول میگرفت، در صورتی که پارکینگ جلوی رستورانو خود رستوراندار معمولا فری نگه میداره. یعنی یه ذره رستوران عجیب، رستوران توریستی بود واسه کسی که اومده رد شه بره، حالا یه تجربه گرونی هم داشته باشه اشکالی نداره، ولی کسی که داره زندگی میکنه دیگه تجربه هاش نباید توریستی باشه. بچه این بچه هر روز میاد توی تراس، دوست داره با ما هر دوشون میان توی تراس بالا، منطقه با من همچنان که نگرانشونم، چون این دوتا اصلا نمیپرن، از این ارتفاع نمیپرن معمول ماجرا، ولی خب نه اینکه بلد نباشن بپرن، حوصله ندارم بپرن، من یکم میترسم وقتی میان اینجا، هی باید مراقبت کنم ازشون. نما رو ببینید فقط، شب قشنگ امروز. مشتبه رفته روی تراس منقل رو نصب کنه. الان داشتم توی استوری میگفتم که بچه ها این منقل رو ما خیلی شانسی پیدا کردیم با این قیمت خوب، چون خیلی منقل خوبیه، منقل اینجا خیلی گرونه، یعنی هرچی پیدا میکردیم مارکایی بود برندایی بود که از فرانسه و کانادا و اینا آمده بود و خیلی گرون بود. بعد اینی که پیدا کردیم قیمتش واقعا خوب بود، مثلا به تومان بخوام بگم قبلیا یه چیزی حدود مثلا 50 میلیون تا 100 میلیون تومان میشد، ولی این 3-4 میلیون شد، فرقش انقدر زیاده. اینم ببینید اینستراکشنش خیلی باحاله، UI خوبی داره اینجا. چه ببینید گفته مثلا برای این اتفاق اول شماره 1-2 نفر آدم لازمه، از این پیچا همه رو توضیح داده، خلاصه پیچاش رو نامگذاری کرده.
اوه چقدر لوس، چقدر زیبا، چقدر خوشگل. خب اومدم اینجا بشینم یکم کار کنم، نکنم بالا بهتون نگاه کنم، گیر کردم این صندلی، خودم بدم پایین درست بشه صندلی. آها حالا درست شد. خب بشینم یکم کار کنم که احساس خوبی داشته باشم، یعنی کارهای خونه تا یه حدی انجام شد. بالا مشتبا داره منقل رو همچنان روش کار میکنه، من رفتم فرش بالا رو انداختم، حالا بهتون نشون میدم چه شکلی شد. الان میخوام بشنم اینجا در این شلوغی اینجا یه کمی کار کنم یه ساعتی. نقای اومد تلویزیون رو درست کرد، بعد کلن مثلا کارش مثلا 5 دقیقه طول کشید، بعد شد 200 لیر هزینه مثلا اجرتش. بعد مشتبه میگفتش که چقدر اینجا اجرت کلن زیاده، یعنی مثلا مثلا هر کاری که میکنن چقدر زیاد میگیرن، خیلی عجیبه. کلن من فکر میکنم هر جای خارج از ایران همینطوریه، یعنی اجرت کارها خیلی خیلی بالاست. خب بالا تا یه حدی درست شد، غذا هم خوردیم، الان دیگه نزدیک 5 عصر باید باشه، میخوایم بریم دوشک بخریم واسه تختمون که بتونیم امشب استفادهش کنیم. البته اگه همین الان دوشک رو بیارم بریم ببینیم چی میشه. بچه ما اومدیم دوشک بخریم ولی خیلی گرون بود، یعنی گرونه حس میکردی اشتباهه، نمیدونم مثلا 7000 لیر میشه چقدر میشه 22-23 میلیون مثلا پول دوشک، بیشتر اون 15000 لیر که مثلا بعضیش بود، یکی خوش هم اومد مثلا 15000 لیر خیلی گرون میشه، معمولش نمیدونم، به نظرم منطقی نیومد که انقدر بابتش بودیم. حالا قرار بریم اینترنتی سرچ کنیم ببینیم چی پیدا کنیم. میزنه اخ میکنم اینجا، ولی الان اینجایی که نشستیم خیلی قشنگه، بهتون نشونش بدم. هم قرار میوه باشه، فکر میوه است، تو عکس کنارش دارم، آره تو عکس کنارش دارم، بیرون هم این شکلیه ببینیم. خب داشتیم برمیگشتیم خونه، رسیدیم به اینجا، اینجا یه جورای شبیه بامه، خیلی این منظره قشنگه، میبینید؟ سرده، خیلی سرده، بستنی هم خوردیم سردمونه. شد رسیدیم خونه. بچه یکی از نگهبانای اینجا، این خونه که ما توش هستیم، اسمش گجه است، گجه یعنی شب، بعد اسمش شبه یعنی گجه است. بعد من اون روز میخواستم بهش بگم که اتفاقا شبا هم شیفت میده، اون روز میخواستم بهش بگم که شما شبا هستید مثلا فلانی صبح، بعد گفتم شما شب مثلا هستید، بعد گفت بله بله اسم من شبه. نمیدونستم چجوری باید بگم که بفهم منظورم چیه، قاطی شده بود. رسیدیم امروز بعد از مدت ها میخوایم بریم ورزش.
الان یکم دیگه اینجا رو مرتب کنیم، یه ساعتی وقت این یه ساعت من بشنم کار کنم، یه چایی هم بزنم، یه چایی بخوریم و کار کنیم، بعد دیگه برسیم به ورزش. این بالا رو بهتون نشون بدم، تمامه شده یک کمی. اینجا دیگه فرشش حداقل انداخته شد، بعدش بعد دوشک برسه، بعد بریم سفارش بدیم اینترنتی، خیلی قیمتش مناسب تر. این پسر ناز داره، در خونشون گاز داره. گاز داره؟ آخ 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 آخ. تکرار 6 تا روش نواها. برو. 3 2 1. این دمبلا دست به چرخ بالا، یعنی دمبلا رو به هم دیگه. باری کلا یلدا، باری کلا، باری کلا بچه‌ها، سیاهاش عادیه. خب دیگه ساعت نزدیک 12 شب، من دیگه واقعا دارم از خستگی میمیرم. یکم دیگه هم کار کردم اینجا، یکم با غزال اساینمنت سلتاشو چک کردیم. از دوره سلتاش فقط 3 روز مونده. الان داشت میگفت که ناراحته که داره تموم میشه، با اینکه خیلی زیر فشار بود. جالب ها، آدمی زاد هم وقتی زیر فشاره رنج میکشه، همین که بعضی وقتا دوست نداره اون فشاره تموم بشه. همومم رفتم بعد ورزش و غذام خوردم و حالا دیگه دارم میرم که بخوابم. مرسی که امروز با من بودید توی یک روز کامل دیگه. امیدوارم که از شلوغی‌های خونه اذیت نشده باشید. مرسی ازتون، شبتون بخیر.